کنفرانسی با موضوعیت مسائل داخل ایران، مسائل حقوق بشری ایران، زنان و حق و حقوق زنان در داخل ایران و نوع سرکوب نیروهای امنیتی در داخل ایران و برخورد اونها با مردم معترض در داخل خیابان‌های شهرهای مختلف ایران. سخنرانان این جلسه مسیح علی نژاد، مجری برنامه تبلیغ صدای آمریکا، و مورگان اورتگا، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایالات متحده است. این کنفرانس به همت کنفرانس زنان ایرانی آمریکایی و جامعه زنان ایرانی آمریکایی برگزار شده و شخصیت‌های مهمی در زمینهای مختلف در اون شرکت دارند. Women in Iran, every single day, they use mirror to make themselves the one that mullahs want them to be. برنامه‌ای که امشب اینجا برگزار شد بسیار تحت تأثیر اعدام محسن شکاری بود. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هنوز نمیدونه آتش انقلابی که با قتل مهسا امینی شروع شد با اعدام محسن شکاری شعله ورتر میشه. برای اینکه این مردم نشون دادن که نمیترسن، مردم نشون دادن که هر جوونی که کشته میشه پدر و مادرش تبدیل میشن به یک دادخواه و یک معترض و یک انقلابی، از کردستان تا زاهدان تا کف خیابونای تهران، زنجان، همه شهرها. هر چقدر بیشتر کشت، بیشتر مردم بیدار شدن و گفتن این حکومت رو نمیخوایم. مردم خودشون شعار میدن که هنگامه غم نیست، هنگامه خشمه. Right, on one hand, you had the world's leading state sponsor of terrorism, a regime that had been certified by multiple Republican and Democratic administrations. It wasn't a partisan issue. خیلی غم انگیز و ناراحت کننده است. به نظرم با توجه به اون چی که الان در ایران داره میگذره، ما به عنوان دولت آمریکا اونطور که باید و شاید کاری نمیکنیم و به اندازه کافی به این رژیم فشار نمیاریم که دست از این کارها برداره. واقعا فکر میکنم باید بیشتر در این مورد تلاش کرد. من الان تو وزارت خارجه نیستم، ولی از دولت بایدن میخوام تا میتونه به این رژیم فشار بیاره که دست از کشتار مردم برداره و نتونه به کسانی که به خیابون میان آسیب برسونه. The message has completely shifted and it's united. Regime change. ما میدونستیم که اینجوری میشه و این هزینه برای این بچه‌های ایران چقدر زیاد میشه و زیادتر خواهد شد و این بچه‌ها حاضرن این هزینه رو بدن که این به یه آزادی برسن و ما میخوایم صدای اینا رو بلند بکنیم، به این موضوع آگاهی بدیم. برای همین ما اینجا امشب جمع شدیم. مسیح علی نژاد که واقعا خیلی شجاع بوده تا الان صدای مردم رو بلند پخش میکنه توی دنیا و خیلی ها طرفدارش هستن و اومدن که با اون واقعا انرژی میده، همه رو انقلابی میکنه. به حرف خودش میگه من همه رو انقلابی میکنم و واقعا همینه که ما بتونیم به این موضوع آگاهی بدیم، به رسانه‌های انگلیسی زبان، به تلویزیون‌های انگلیسی زبان، به نماینده‌های کنگره و سنا و حتی به رئیس جمهور این کشور نشون بدیم که مردم ایران حرفشون فقط یکیه، میخوان این رژیم رو بیارن پایین، میخوان که آزادی داشته باشن و خیلی ساده است. یه پیام خیلی ساده ای که ما دوست داریم شریک باشیم و بگیم که اگه یعنی اون شراکت که ما بهشون میدیم اگه اونا رو قوی میکنه، ما اینجا هستیم، با شما هستیم، کنار شما هستیم تا آخر. Thank you so much for supporting us, for showing solidarity, for cutting your hair. Beautiful. But believe me, cutting your hair is not enough. درصد بالایی از شرکت کنندگان در کنفرانس امشب زنان ایرانی آمریکایی بودند که با استفاده از موقعیت مطرح برای زنان در ایالات متحده توانستند در طول سالهای اقامتشون در اینجا برای خودشون شرایط مطلوبی رو از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم بکنند. اونها این شرایط رو نه تنها فقط برای زنان داخل ایران، بلکه برای تمام مردم ایران میخوان در تمام سنین. امشب اما این کنفرانس تحت شعاع شدید اعدام محسن شکاری و خبر هولناک و تکان دهنده اون بود. امیر گیتی، صدای آمریکا، لس آنجلس. انقلابی که با قتل مهسا امینی شروع شد با اعدام محسن شکاری شعله‌ورتر خواهد شد.